مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از امروز در دوحه قطر کلید خورده. آیا امیدی به توافق هست؟ من فرناز قاضی زاده هستم و به شما در صفحه دو خوش آمد میگویم. سلام. در هفته جاری ناگهان تحرکات دیپلماتیک برای احیای برجام شدت گرفته و حالا در قطر مذاکره کنندگان ایران با نمایندگانی از آمریکا و اروپا حضور دارند. قرار است که انریکه مورا به عنوان نماینده اروپا با هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست علی باقری کنی صحبت کند و به طور موازی با رابرت مالی نماینده آمریکا هم گفتگو داشته باشد. اسرائیل هم به نظر می‌رسد که با چشم‌انداز یک توافق بین ایران و پنج به علاوه یک کنار آمده، اما گفته باید نظرات اسرائیل هم اعمال شود. ایران، اروپا، آمریکا، اسرائیل، چین، روسیه، حتی قطر و بقیه کشورهای منطقه هر کدام چه می‌خواهند و تا کجا احتمال توافق جدی است؟ مواضع، اتفاقات و تحولاتی در داخل ایران که نشانه‌های متناقضی از تلاش برای دستیابی به توافق می‌دهد هم بحث دیگر برنامه امروز ماست. دو میهمان داریم که در ادامه برنامه با آنها صحبت خواهیم کرد، عباس عبدی و مهدی نوربخش. اما ابتدا گفتگو می‌کنیم با هنری روم، تحلیلگر ارشد ایران در گروه اورایز ایشیا از واشنگتن. خوش اومدید به برنامه آقای روم. سوال اول من در مورد موضع دولت جو بایدن هست. به نظر می رسید که دولت جو بایدن برای راضی کردن سنا، کنگره و بقیه حتی دموکرات ها مسئله داره برای اینکه با ایران با توافق برسه. الان این مشکلات حل شده؟ من فکر کنم مشکل اصلی که دولت بایدن باش مواجه هستش بحث قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی است. من فکر می‌کنم که اون واقعا نگرانی‌های زیادی رو بین جمهوری‌خواهان کنگره و همینطور دموکرات‌های کنگره ایجاد کرده بود. به نظر من کلاً توافق هسته‌ای مقبولیت زیادی در کنگره آمریکا نخواهد داشت، اما مهمترین بخش برجام که بخش قرار دادن سپاه پاسداران لیست گروه‌های تروریستی هستش، موضوعی هستش که برای دولت آمریکا حل شده هستش دیگه. گفتن که این سپاه رو از لیست گروه‌های تروریستی در نمیارن، ولی فعلا حالا معلوم نیست که دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین برداشت شما این هستش که احتمالاً ایران با این قضیه کنار آمده که الان سر میز مذاکره با آمریکا نشسته. فکر می‌کنید که ایران پس بنابراین چی ممکنه بخواد که از این به بعد از این توافق بگیره؟ Right. I mean, you know, to be honest, بله، راستش رو بخواهید ما واقعا نمیدونیم که ایران آیا قبول کرده که سپاه پاسداران همچنان در لیست گروه‌های تروریستی بمونه. شاید همچنان موضوع بحث هست، شاید ایرانی‌ها بخوان که موضوع بحث باشه و فشار بیارن. ولی اگر ایران به نظرم در این زمینه یک موضع انعطاف آمیزتری پیش بگیره، شاید از طرف آمریکا هم بتونه مصالحات بیشتری رو نشون بدن، مثلا در بحث تحریم ها به اونها هم بتونن به نوبه خودشون انعطاف نشون بدن که کاری بکنن که از طرف ایران به نظر بیاد که توافق بهتر شده الان. ولی من نمیتونم این پیش‌فرض رو قبول بکنم 100% که آیا بحث قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی رو پذیرفته باشه. آخرین بار که مذاکرات ناتمام ماند و کلاً قطع شد برای مدتی، بحث روسیه مطرح بود و خواسته های روسیه. آیا روسیه الان مشخص هست که چی میخواد؟ آیا خواسته های روسیه برآورده شده؟ Yeah, that's exactly right. You know, بله، این حرف کاملا درست هستش. به نظر من روسیه یه ذره عقب نشسته اون مواضع ابتدایی که داشت. موضع ابتداییش این بودش که سعی بکنه زیر آب توافق رو بزنه، اما فکر میکنم الان روسیه دیگه سنگ اندازی نخواهد کرد، حداقل بنظر گذشته سنگ اندازی نخواهد کرد، اونقدر دخالت نخواهد داشت در بحث هسته‌ای. ما جلوه های کمتر دخالت کردنشون در بحث های هسته‌ایشون رو در موضع ایران نسبت به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدیم. اگه واقعا مثلا روسیه خیلی می‌خواست دخالت بکنه، شاید سعی می‌کرد که موضع ایران رو تعدیل بکنه در اون بیانیه‌ای که نسبت به فعالیت‌های آژانس داد. ولی من الان فکر نمی‌کنم که اونا مستقیما در این مذاکرات خیلی بخوان دخلی داشته باشن. همین که اصلا
روس‌ها اصلا تو اون هتل محل مذاکره نیستند، این خودش نشون میده که به اندازه گذشته دخلی ندارن تو مذاکرات و نمیخوان هم داشته باشن، و با توجه روابط بدی که الان غرب و با روسیه داره شاید اصلا کلن چیز خوبی هم باشه که اینجوریه. گفتید غرب، منظورتون حتما اروپاست که الان بسیار درگیر مسئله انرژی هست. در روزهای گذشته مثلا همین دیروز از فرانسه شنیدیم که باید نفت ایران به بازار برگرده، پیشتر مشابه همین اظهار نظر رو از اسپانیا، از ایتالیا هم شنیده بودیم. آیا موضع اروپا این هست که هر جور شده توافقی صورت بگیره؟ So I think the Europeans have been من فکر می‌کنم که اروپایی‌ها الان مدت زیادی هستش که بسیار مشتاق رسیدن به یک توافق هستن و دارن سعی می‌کنن نقش بزرگی رو برای پر کردن شکاف بین ایران و آمریکا بازی می‌کنن. برای همین من فکر می‌کنم این بحران انرژی در جهان یک دلیل دیگه‌ای رو فراهم کرده برای ضرورت رسیدن به یک توافق، ولی اون منافع بنیادی اروپا برای خواستن این توافق قوی بوده و به نظر من همچنان قوی خواهد بود. به نظر من از نقطه نظر آمریکایی ها وقتی بحث توافق هسته‌ای نگاه میکنند، از نقطه نظر اونا به هر حال یک توافقی هستش که جوانب دیگه داره. این که ما بخوایم نفت ایران رو به هر قیمت وارد بازار بکنیم چیزی نیست که دولت جو بایدن واقعا بخواد یا بپذیره. برای همین من فکر میکنم که اروپایی‌ها همچنان یک نقش بسیار فعالی بازی بکنن و به خاطر بحران نفتی انگیزهشون هم برای این کار بیشتر شده که بتونن یک سازشی بین ایران و آمریکا ایجاد کنن. حتما هم شما یادتون هست، میدونم سال هاست که دارید این پرونده رو دنبال میکنین، هم همه بینندگان ما، هم خود ما، اینکه بارها و بارها به این نقطه رسیدیم که احتمال توافق خیلی در دسترس به نظر میرسید اما نتیجه نداد. الان گزینه‌ها چی هست؟ آیا یک توافق میانی کوتاه مدت ممکن هست که یک گزینه باشه؟ به چه نگاه می‌کنیم وقتی این پرونده رو نگاه می‌کنیم الان؟ میدونید این خیلی سوال خوبیه. یک توافق کوتاه مدت روی کاغذ ایده خوبی هستش، پیشنهادی بود که خود من قبلا داده بودم، ولی فکر میکنم در این مرحله سخته که بخوایم خیلی حساب بکنیم روی یک توافق کوتاه مدت، چون به نظر ایرانی ها اونها الان خیلی امتیاز و نفع زیادی از توافق نمیگیرن، چه برسه که بخوان یه توافق کوتاه مدت که کمتر ازش نفع ببرن. بنابراین این بحث خیلی بعید هستش. بعدش هم این بالاخره چالش های وارد شدن به این مذاکره ای که اصلا باید ببینیم تعریف یک توافق کوتاه مدت چیه. همونجور که خیلی از مخاطبان شما میدونه این مذاکرات درباره رسیدن به یک توافق جدید نیست، درباره این هستش که چجوری میشه توافق قبلی رو احیا کردش. بنابراین این پروسه که ما بخوایم راجع به اصلا کلا یک توافق جدید صحبت بکنیم خیلی چالش برانگیز و دشوار خواهد بود. در نهایت شاید این اتفاق بیفته، ولی این وقت زیادی رو میبره، قطعیت رو از بین میبره، و برای همین اونچه که ما الان داریم میبینیم این هستش که اروپایی ها دارن خیلی تاکید میکنن، آمریکایی ها خیلی دارن تاکید میکنن که کاری بکنن همین توافق جواب بده. هرچند به نظر خیلی ها این توافق هسته‌ای دیگه دوران خودش رو گذرونده و دیگه بعد الان وارد یک مرحله جدیدی شد، ولی برای بحث اونهاست. ممنونم از شما هنری روم، تحلیلگر ارشد ایران در گروه اوراسیا از واشنگتن با ما. همزمان با تحولات در قطر، در تهران حکم 8 سال زندان یکی از دو شهروند فرانسوی تایید شده که در ایران به اتهام خطه‌ای به اعتراضات معلمان بازداشت بودند. این در حالی است که در همین دیروز فرانسه گفته بود که نفت ایران باید به بازار برگرده، همونطور که در مصاحبه هم شنیدیم، اقدامی که حمایت آشکار پاریس از توافق با ایران قلمداد شد. تا یکی دو روز اخیر که خبر از سرگیری گفتگوها در قطر به خبرها رسیده، در ایران روزنامه کیهان تیتر مذاکره در قطر تلست و همزمان هم یک موشک ماهواره بر به فضا پرتاب شد. تحولات داخلی ایران چه تصویری از عزم رسیدن به یک توافق از طرف حکومت ایران به دست می‌دهد؟ فعلا عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران به ما پیوسته. خوش اومدید آقای عبدی. برداشت شما چی هست؟ آیا توافقی رو در دسترس می‌بینید در حال حاضر؟ بله، من فکر می‌کنم که حکومت ایران، جناح قالب دولت و مجموعه حکومت به این نتیجه رسیدن که باید این مسئله رو زودتر تموم کنند.
هم به دلیل حساسیت هایی که اون طرف داره، هم به دلیل طولانی شدن و فرسایشی شدن این گفتگوها. اما اینکه علتش چیه؟ خب این علت برمیگرده به تصوری که اینا داشتن از اینکه میتونن بدون قضیه حل برجا مشکلات خودشون رو حل کنن. به همین دلیل بود که علارغم اینکه آقای رئیسی هیچ وقت علیه برجام و اینکه نمیخوایم اونو به نتیجه برسونیم صحبتی نکرده بود تو انتخابات و حتی بعد از اون، ولی خب در عمل به قول معروف لفتش شدن، طولانیش کردن و به یک گفتگوهای فرسایشی کشیده شد به امید اینکه بتونن مجموعه مسائل رو در همین شرایط حل کنن. ولی تجربه نشون داد که نه، چنین چیزی شدنی نیست. اینهای برجام، نبودن برجام خیلی سنگین تر از اونه و به نظر من اینه که به این نتیجه رسیدن که این کار رو انجام بده. متوجهم، ولی پس با این حساب این اقداماتی که ظرف یک دو روز اخیر میبینیم چی هست؟ همین حکمی که امروز صادر شده برای این شهروند فرانسوی، تیتر پریروز کیهان، تیتر بقیه روزنامه های نزدیک به حکومت، چی میگذره؟ آیا هنوز هم گروهی هستن که دارن سعی میکنن سنگ اندازی کنن؟ ببینید اینا رو دقیقا باید دید پشت ماجرای بخشش چیه. از این اقدامات همیشه میتونسته باشه، اتفاقا میتونه برخی از این اقدامات برای این باشه که میخوان توافق کنن. شما مثلا راجع به حالا این شهرونده فرانسوی گفتید که من اطلاعی دقیق ندارم، ولی فراموش نکنیم که اگه بخوان انجام ندن خب اصلا نمیرن مذاکره کنن. چه اصراری دارن این کار رو انجام بدن؟ چرا؟ چون یه انتظاراتی ایجاد میکنه که این انتظارات توی جامعه مطلوب نیست که این کارا رو انجام میشه، مگر اینکه بگیم که نه، اینا نمیخوان انجام بدن و میرن اونجا آخر بندازن گردن طرف مقابل. خب اگه اینطوریه که کیهان نباید اینطوری برخورد کنه، که کیهان باید بگه خوب کاری کردید، رفتید برید ببینم چه کار میکنید، حالا آخرش هم بگه نشد تقصیر اونا. این مخالفت هایی که از طرف یه دیگه این به طور مشخص کیهان رو نمیشه، این به نظر من ناشی از یک شکاف است که در درون این گروه که ظاهرا یک دست در مقابل روحانی و اصلاح طلب بودن، این شکاف از قبل هم وجود داشته. یعنی تو زمان روحانی هم اینا بیشتر مخالفت میکردن، مخالفت اینا بنیادیه با برجام، اصلا این چیز رو به محتواش هم خیلی کاری ندارن، کلا قبول ندارن این مسیر رو. اما دولت مستقر و شخص روحانی و شخص رئیسی و تیم اون، اینا اساسا این رویکرد رو ندارن. اگر در گذشته از برجام دفاع نمی‌کردن برای اینکه خب خودشون رو ضد روحانی تعریف می‌کردن، بنابراین سکوت اختیار می‌کردن. اما در مجموع فکر می‌کنم که اونا الان هم دست بالا رو دارن و حکومت، برداشت من اینه که اگه اتفاق خاصی نیفته و آمریکایی‌ها دبه نکنن احتمالاً به توافق می‌رسن. به نظر میاد که شما خیلی خوشبین هستید که یک توافقی حاصل بشه، با توجه به اینکه به هر حال از روزی که آمریکا از توافق خارج شده تا حالا اتفاقای خیلی زیادی افتاده. یکیش این هستش که به هر حال به اون زمان غروب برجام، اون مسئله که همیشه مورد نگرانی کشورهای غربی بود که زمان داره میگذره و به اون میرسیم، حتی ازش به بعضی از اون بندها ازش گذشتیم. آیا فکر میکنید که غربی ها حاضرن با همون برجام سابق با ایران کنار بیان یا میخوان چیزهای جدیدی رو بیارن؟ والا من در مورد غربی ها اطلاعاتی ندارم که بخوام اظهار نظر کنم در مورد جزئیات برجام و اینکه موضع غربی ها چی هست، اونو نمیدونم. به همین دلیلم قطعا نمیگم که این اتفاق میفته، ولی اینکه فقط اون چی که از طرف ایران هست رو بیشتر ارزیابی میکنم، میگم اینکه اونا دنبال چی هستن به طور دقیق برداشتی ندارم. ولی خب به هر حال اون چی که در فضای کلی منطقه میبینیم اینه که اونا هم میخوان، به خصوص اروپایی هم علاقه دارن، آمریکایی هم به هر حال نمیتونن مثلا اروپایی رو به طور کامل نادیده بگیرن. اگه این فرض رو بپذیریم که اینو باید کارشناسای زیرک نظر بدن، و اگه این فرض هم بپذیریم که برای اونا نمیان توی یه برنامه شرکت کنن که از اساس پوچ باشه، نخوان کاری بکنن، اینم به عنوان فرض بپذیریم، به نظر من تو این گفتگوها کما بیش گام مهمی رو به جلو برمیدارن. اینم بحث خوشبینانه بودن نیست. من تو یک سال گذشته هیچ وقت نگفتم که اینا به توافق میرسن. تو قرائنی که این دفعه دیدم و صحبتهایی که آقای رئیسی چند شب پیش کرد،
میشه مشخص تر توضیح بدید آقای عبدی دقیقاً کدوم مسائل بوده که شما به عنوان یک ناظری که سالهاست دارید فضای سیاسی ایران رو رصد میکنید به نتیجه این که الان وقتشه به نظر میاد؟ علتش اینه که مشکلات اقتصادی که وجود داره متوجه شدن بدون مسئله برجام حل شدنی نیست. این تورمی که تو این مدت به وجود اومد برخلاف اون وعده ها و ایده هایی که گفته شده بود و این چیزی که همه میگفتن آیا شدنی نیست این ماجرا بدون یه روابط خارجی پایدار و بدون حالا پایدار که میگم به نسبت پایدار و بدون یه روابط اقتصادی یعنی یه کانال قابل قبولی برای شکل‌گیری روابط اقتصادی امکان نداره که از مسائلش بتونه ایران رو عبور کنه. تا حالا اینا فکر میکردن نه حتما یه مشکلی تو دولت روحانیه که این حرفا رو داره میزنه ما بیایم جهادی هستیم و فلان رو بهمان درست میکنیم. حالا که اومدن میبینم و حالا یک سال گذشته تورم کم نشده زیاد هم شده مشکلات و اعصاب خردکنی مردم همه اینا هستش. بنابراین باید یه تصمیمی بگیرن و من معتقدم اگه این تصمیم رو نگیرن اون موقع تابستون گرمی خواهیم داشت و این خیلی سنگین خواهد بود. اما این به این معنی نیستش که به هر حال از یه حدی کوتاه بیان. اینو من همچی تصوری رو ندارم و فکر میکنم که به اون چی که توافق میکنم در نهایت قابل قبول خواهد. خوشبختم اعلام بکنم که مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا هم به ما پیوستن. خوش اومدید آقای نوربخش. از آقای عبدی میپرسیدم که آیا خوشبین هستن به توافق؟ ظاهرا این بار خوشبینن. شما چطور؟ والا منم یه مقداری بیشتر از دفعه‌های پیش خوشبین هستم، با جناب عبدی موافقم. یه چیزی که فکر می‌کنم الان اتفاق افتاده اینه که حداقل نقش پررنگی شما برای روسیه در این مذاکرات نمی‌بینید و اینکه به هر بار ایران، احساس من اینه که شرایطی رو که در ابتدا داشت و هیچ کدوم از اونها به شکلی عملی نشد، مثل تضمین، مثل بحث‌های مختلف، مثل تروریست خواندن سپاهی حرفا، اینها به هر بار موازه الان روشنه. منم احساس میکنم که این دور جدید یه مقداری خودم رو خوشبین‌تر میکنه نسبت به گذشته. بله. و این خوشبینی به نظرتون منجر به چه میشه؟ آیا خود برجام، یک توافقی مشابه برجام، یک توافق کوتاه مدت؟ ما انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم؟ والا پایگاهش برجام سال 2015 است و یه مقداری کمتر. یه مقداری کمتر به این تعبیر که وقتی که دولت ترامپ سر کار اومد، تحریمای دیگه‌ای روی کشور ما گذاشت که بایدن یه بخشی از اونها رو به اصطلاح میگن ریلیبلینگ، اونها رو لیبل های جدیدی بهش زدن، نام های جدیدی بهش دادن، یه بخش اونها رو تونستن بردارن اما یه بخش اونها رو نمیتونن بردارن. مشکلات محظورات قانونی داره دولت آقای بایدن. لذا چیزی که میشه تصور کرد اینه که پایگاه این قرارداد، یا به هر بار اگه بخوایم چارچوبش رو فکر بکنیم، برجام 2015 هست به اضافه یه مقدار دیگه تحریم‌های اضافی که دولت ترامپ گذاشته. ما این فرصت رو داشتیم که در ابتدای دولت ترامپ، حالا هم از طریق ژاپن و نخست وزیر ژاپن و همین که رکس تیلرسون به هر بار مخالف بیرون رفتن دولت ترامپ از برجام بود، مذاکره بکنیم. اما دولت آقای روحانی و آقای ظریف این اجازه رو پیدا نکردن که از ابتدای اون دولت صحبت بشه و ببینن چگونه میشه که وارد یک مذاکره و توافق با دولت ترامپ بشه. در مورد نقش روسیه در این برنامه صحبت کردیم مفصل با مهمان قبلی هم همینطور. آقای عبدی، کیهان به نظر میرسه که این مسئله رو به شدت برجسته کرده، اینکه مذاکرات قطر به نوعی داره، همونطور که آقای نوربخش هم اشاره کردن، چین و روسیه رو انگار داره از این مذاکرات کنار میگذاره و به نظر نمیاد که کیهان خوشایندش بوده این مسئله. شما نظرتون راجع به این چیه؟ والا من خیلی مطمئن نیستم که روسا در آسمان به نتیجه رسیدن بودن، به دلیل اینکه به اندازه کافی تو ایران اونایی که رفته بودن انگیزه به نتیجه رسیدن رو نداشتن. ببینید اگر روس ها میخواستن مانع ایجاد کنن تو اصل برجام این کار رو میکردن.
این خودمونیم که این کارا رو میکنیم و این به نظر من الان هم همینطوره. روسا خب مثلا چیکار میکنن؟ فوقش ایران با اگه خیلی مقاومت کنن برخلاف منافع ایران، خب ایرانی ها اصلا ممکن خودشون مستقیما با چی؟ با آمریکا ببندن بخوان مسئله شون حل کنن. این حرفی که کیهان زده یه حرف از سر نابخردیه، هم خودشو خراب کردم، واقعیت وجودی نداره. مگه قراره که حتی ما هم چی ادعایی ندارن که شما خودتون رو برای ما با آب و آتش بزنید؟ به طور مشخص چین که اساسا چنین رو کردی نداره. چین بیشتر ترجیح میده که مسئله ایران و آمریکا به شکلی هر شه، چون از یک این استفاده میکنم. راجب کیهان صحبت میکنیم، کیهان خط و ربطش به دفتر رهبری کاملا روشن هست. آیا مشخص است که آقای خامنه ای الان نظرش چی هست برای گفتگو؟ ببینید آقای خامنه ای چون صحبتی ما بر اساس دو تا چیز میتونیم ارزیابی کنیم، یکی بر اساس سخنهاشون و یکی بر اساس عملشون. بر اساس سخن خب گفتن همین وقتی که تایید میکنن برجام قبلی اساسا بدون تایید ایشون اصلا معنا نداشت که انجام بشه. از اول انقلاب تا الان اگه دو تا تصمیم اساسی تو این مملکت گرفته شده که در صلاحیت خاص رهبران بوده، یکیش آتش بس بحث به صلاح قطعه 598، یکیش برجامه. پس بنابراین اساسا تا این حالا اینکه جزئیات تکنسیان ها کارشناسا چی کار کردن یا نکردن اصلا تأثیری در اصل ماجرا نداره. بنابراین وقتی که دولت داره این کارو میکنه در عمل به منزله تاییدشونه، اگر هم ایشون در مخالف باشه خب حتما جلوشو میگیره. اما این که فکر کنیم سخنگوی دفتر رهبری، به نظر من درست نیست این ماجرا. یعنی اساسا دفتر رهبری هم خیلی یا بیت رهبری نمیاد خودش اینقدر پایین بیاره که در حدی که حالا این هم یه گروه هایی هستن که یه وقتایی به درشون بیشتر در ضدیتشون با اصلاح طلبا و در ضدیتشون با روحانی به کار جاهایی میان، ولی اگه در رابطه با دولت موجود بخوان یه ذره پا رو خطی بیشتر کنن کلن فتیلشون رو میکشن پایین و جمعشون میکنن. آقای نوربخش، از طرفی صحبت تضمین هایی بود که ایران میخواست، یکی از موانع تضمین هایی بود که ایران از دولت جو بایدن میخواست و دولت جو بایدن اساسا میگفت من نمیتونم به خاطر سازوکار حکومت در آمریکا چنین تضمین هایی رو بدم. آیا ایران از اینها هم کوتاه اومده؟ بله. دولت بایدن اعلام کرده که هیچ گونه تضمینی نمیتونه بده. تضمین فقط میده برای زمانی که خودش در رأس ریاست جمهوری آمریکاست. حتی در این زمان هم امکان داره که دولت آقای بایدن اگه احساس بکنه که بدونه که چند روز پیش وقتی که اتحادیه اروپا با کشورهای عربی اعلامیه میدید و ایران رو عامل بی‌ثباتی درون منطقه خاورمیانه میدونه، برجام یا توافق برجام دست آمریکا رو کوتاه نمیکنه، حتی این دولت رو که در آینده سراغ تحریم‌های دیگه ای نره. اگه ایران در حقیقت تضمینی میخواد درون منطقه خاورمیانه، باید وارد مذاکرات بعدی بشه و این مذاکرات بعدی رو ابتدا با کشورهای عربی منطقه شروع بکنه، به این معنی که ایران به دنبال هژمونی نظامی خودش درون منطقه خاورمیانه نباشه، این احساس رو به عربستان سعودی و بقیه کشورها بده که تهدیدی برای عربستان سعودی نیست، عامل ایجاد ثبات درون منطقه در یک اشتراک. ببینید چیزی که الان درون ایران سرش تفاهم نیست اینه که ایران احساس میکنه که با هژمونی خودش این ثبات رو برقرار بکنه که ثبات برقرار نمیشه، یعنی مدلی که شاه در زمان گذشته داشت. اوضاع احوال درون خاورمیانه تغییرات عدیده‌ای کرده و ایران اگه واقعا به فکر این هست که تحریم از روی ایران برداشته بشه، برای ابد هم صحبت از تحریم نباشه، بعد به هر بار ایران قبول بکنه که یک شهروند جهانی باشه، یک درون منطقه خاورمیانه بتونه مشکلات خودش رو با کشورهای عربی حل بکنه. ببینید در طول همین دو هفته گذشته، یکی اطلاعیه اروپا است و دیگر بعد از اینکه شورای حکام نظر میدهد، عربستان سعودی و اسرائیل اعلام میکنند که حمایت میکنند از نظر شورای حکام. این به معنی این هست که ایران هنوز نتونسته مشکلات خودش رو که مشکلاتش در حقیقت پایه‌ای هست با عربستان سعودی حل بکنه و ایران باید به فکر اون باشه.
فرصت خیلی کم است آقای عبدی، ولی شما یک توییتی کردید، من می‌خواستم به طور ویژه نظرتون رو در این باره هم بپرسم. گفتید خودش رو بیار اسمش رو نیار درباره مذاکره با آمریکا که شیوهی که الان در قطر پیش گرفتن که یک در واقع آدم میانی هست که بین این دو گفتگو میکنه. شما به عنوان کسی که به هر حال سابقتون روشن هست مسئله سفارت آمریکا و اینها، فکر میکنید که اساساً آیا زمان اون رسیده که ایران بره به سمت اینکه دیگه گفتگوی مستقیم با آمریکا داشته باشه؟ چون هم در برجام هم اینجا میبینیم که تا وقتی که با آمریکا گفتگو نمیکنه نتیجه حاصل نمیشه. والا این اصلا ربطی به گفتگو نداره اینکه این شرایط رسیده یا نرسیده. من خودم با باری روزنس حدود 4 سال پیش گفتگو کردم تو پاریس. اصلا مشکل خاصی وجود نداره برای گفتگو. آدم موازهشو میگه روشن، بیشتر رو برو هم حرفشون رو میزنن. ایران و آمریکا بارها هم این کار رو کردن. من اصلا نمیدونم این چه تابوی بی خودیه که اینجا درست کردن. خب شما اصلا مسئلتون با ایالات متحده است. این به معنی نیست که ایالات متحده خوبه یا بده. خب همچنان که مسئلتون با عراق هم بود، خب ممکنه با عراق هم بشینید گفتگو کنید. مشکل خاصی وجود نداره. اساسا روشن نیست این حساسیتی که من یه تحلیلی دارم که چرا این کارو میکنن، ولی به طور کلی روشن نیست که چرا. خب نمیشه صریح گفتگو کنید. اصلا گفتگو کنید، بگید ما قبول نداریم، موازتون نمیدونم ظالمانه است، درست نیست، نفعی نداریم، پشید برید. اما اصلا بی‌معنی، من نمیفهمم این چه کاری داره تو ایران انجام میشه. این یکی از مشکلات سیاست خارجیه که به نظر من درک از سیاست خارجی و گفتگو رو به این تقلیل بدن که گویی طرف مقابله به رسمیت میشناسن. مگه مثلا با بریتانیا گفتگو میکنن اونا رو به رسمیت میشناسن، یا با عراق زمان جنگ گفتگو میکردن؟ متشکرم از شما. مشکلیه. بله. ممنونم آقای عبدی، ممنونم آقای نوربخش. روز خوبی داشته باشید و شب روز شما هم خوش. We'll be right back.